رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. آیه 31 سوره حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بود که تلاوت کردیم خدمت شما به عنوان سرفصل بحث امشب، که می‌فهمد خطاب پیامبر گرامی که پیامبرم بگو به بندگان من کسانی که ایمان آوردن حتما اقامه نماز بکنن و انفاق بکنن از اون چه که ما روزی اینها کردیم، که معلوم میشه اون چه که پروردگار متعال روزی ما کرده مال اوست که روزی ما کرده. هر چی که ثروت ما داریم ما به دست نیاوردیم، بلکه پروردگار متعال هست که این ثروت ها رو چه مادی چه معنوی به ما داده. ولی زمی فهمد که انفاق کنین از آن میشه که روزی کردیم شما رو. انفاقتون هم در نهان باشه هم در آشکار. تا کی؟ تا زمانی که مرگ شما رو فرا برسه. قبل از اون که مرگتون فرا برسه اقامه نماز کنین، انفاق کنین از اون چه که ما روزی شما کردیم در پنهان و آشکار. چرا؟ برای اینکه وقتی مرگ شما فرا برسه دیگه یومون لا بیعون فیه ولا خلال هست، یعنی نه دوستی در کاره نه خرید و فروشی مالی در کار هست. اون موقع حسرت و ندامت دامنگیر شما خواهد شد. در بحث نماز در جلسات گذشته مطالبی رو عرض کردیم، رسید به این مطلب که ما نمازی که میخواییم بخونیم باید درش توجه داشته باشیم تا به باطن نماز بتوانیم بپردازیم و نماز با باطن و با توجه خونده باشیم. و عرض کردیم که نماز 100% که پیامبران و ائمه میخونن، اگر 100% ما با اونها شریک باشیم این 100% کار ما نیست. ما از 100%ی که با پیامبران و امامان معصوم شریک باشیم در توجه کامل در نماز، ما زیر 100% میتونیم بخونیم، هیچگاه به اون 100% نخواهیم رسید.
اما اگر خودمون بدون یعنی استثناء کنیم پیامبران و ائمه رو بگیم اونا 100% خودشون رو داشته باشن، ما 100% خودمون رو داشته باشیم، میتونیم نماز 100% بخونیم؟ بله. اگه ما خودمون برای خودمون یه 100% داشته باشیم، باید هم این کارو بکنیم، باید روز به روز پیش بریم تا به اون 100% برسیم انشاءالله. این یک مطلبی است که بیان شد در جلسه گذشته، توضیحی هم دادیم که برای کسی اشکالی در این زمینه پیش نیاد. بر چه مبنایی این مطلب رو عرض کردیم؟ بر اساس احادیث و روایاتی که داریم، مخصوصا این حدیث از پیامبر گرامی اسلام در میزان الحکمه صفحه 3117، حضرت می‌فرمایند که خداوند نماز بنده ای را که دلش با بدنش حضور ندارد نمیپذیرد. باید دل با بدن حضور داشته باشه، ولذا بحثی رو مطرح کردیم بر این مبنا که شما نمازت و نماز همه ما باید با توجه کامل باشه و سعی کنیم در این مسیر باید حتما پیش بریم، هیچ راه دیگری نداریم. حدیث دیگری هم از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل شده که این حدیث هم در میزان الحکمه هست ذیل واژه صلات. حضرات می‌فرمایند که تنها آن مقدار از نمازت بهره توست که با توجه قلبی همراه باشد. پس اگر کسی در نماز، یعنی در کل نماز سهو کنه، حواسش به کلی پرت باشه در طول نمازش، یا از ادای آن غفلت ورزد، یعنی به وقت اون رو نخونه، حضرات معصومین امام باقر و امام صادق علیهم السلام می‌فرمایند که آن نماز مچاله می‌شود و به صورت صاحبش پرت می‌شود. نمازی که اول وقت میشه انسان بخونه بدون عذر به تأخیر میاندازه تا وقت این از بین بره، ضایع بشه، توی وقت خیلی تنگی قرار بگیره، یا اینکه حواسش به کل در نماز پرت باشه. حضرت فرمود که اون مقدار از نماز بهره توست که با توجه قلبی همراه باشه. پس اگر بحث توجه کامل در نماز رو مطرح کردیم، از این باب هست که این روایات رو ما داریم، این احادیث رو ما داریم، بر مبنای این روایات و این احادیث باید سعی و تلاش و هم و غم و عزم ما جزم باشه بر این که نماز با توجه بخونیم، و الا از بعد از مرگ مشکلات ما فزاینده است و مرگ هم خودش یک بحث کاملا پیچیده ای داره که در یک جلسه به نظر ما در حدود مثلا شاید 60 یا 70 جلسه فقط در باب معاد صحبت کردیم، یعنی 70 ساعت، شاید بیشتر شاید کمتر، سی دی اش موجود هست، میتونید تهیه کنید و حتما هم بگید بحث تکان دهنده ای است واقعا. اونجا مطالبی راجع به مرگ مفصلا بیان شده که به این سادگی که ماها خیال میکنیم واقعا نیست. اگر کسی بدونه بعد از مرگ چه بر سرش میاد، اینها روایت هست، اصلا در طول عمرش به هیچ عنوان لبخندم حتی نمیزنه، لبخندم نمیزنه، یعنی اینقدر میدونه که مرحله سختی رو پیش روی خودش داره. این بحث رو برای مبنا مطرح کردیم که باید نماز حتما با توجه کامل باشه. این بحث تمام. احادیثش هم دو تا دونه انتخاب کردیم امشب خواندیم براتون تو این جلسه. اما اون موضوعی که در این مجلس میخوایم بهش بپردازیم این موضوع هست که حالا ما میخوایم نماز مقبول بخونیم، درست؟ نماز مقبول هم شروع کردیم، نمازمون رو ترمیم کردیم، ظاهر و باطنش، به سوی نماز مقبول پیش رفتیم که نماز مقبول بخونیم. در جلسه گذشته عرض کردیم که 3 تا کار رو ما باید بکنیم تا نماز مقبول داشته باشیم. 1، گفتیم حتما باید که به ظاهر نماز باید توجه بکنیم.
که ظاهر نماز رو توضیح دادیم. دو، گفتیم حتما باید به باطن نماز، یعنی توجه کامل در نماز داشته باشیم که در پیشگاه چه کسی ایستادیم. سومین کار هم گفتیم کار اصولی و اساسی است. اون چیه؟ گفتیم به موازات این دو کار دقت بکنیم که اون موانعی که نمیگذارد نمازی که ما میخونیم مورد قبول واقع بشه، اگرچه که واجبه باید بخونیم، اگرچه که واجبه باید بخونیم. یه وقت در زمان ناصرالدین شاه یکی از مراجع بزرگ رحمت الله علیه، ایشون ناصرالدین شاه یک نامه‌ای بهش نوشت، گفت حضرت آیت الله، من ناصرالدین شاه به شما یک سوالی از شما دارم و سوالم این استش که چون ماه رمضان من روزه میگیرم گرسنه میشه و تشنه میشه، در حالت گرسنگی و تشنگی دستور میدم یه آدم بیگناهی رو بکشن، شما یه محبت کن یه دو کلام مرقوم بفرمایید و من مهر و امضا بکنید که من به هم روزه واجب نیست. حضرت آیت الله نوشتن بسم الله تعالی، شما هم وظیفه داری روزه بگیری و هم وظیفه داری عصبانی نشی و السلام الاحقن فلان آیت الله. ما هم وظیفه داریم نماز با توجه کامل بخونیم و نماز مقبول ظاهر و باطنش درست باشه، اسقاط تکلیف بکنیم، و هم وظیفه داریم موانع قبولی نماز را توجه بهش بکنیم، این موانع رو برطرف بکنیم. اما موانع قبولی نماز، پس تیتر بحث مشخص شد، امشب میخواییم راجع موانع قبولی نماز، نماز مقبول صحبت بکنیم. اولین حدیث رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع میکنیم. نماز چه کسانی اگر چه واجبه برشون بخونن ولی وقتی بخونن اسقاط تکلیف شده و قبول نیست؟ پیغمبر میفرمایند گروه اول ما داریم، میگیم شماره یک، آن کس که زن خود را آزار رساند با زبان، با حرکات فیزیکی، دست به زن پیدا میکنه، زورش به زنه میرسه. اگر راست میگی برو یه دونه اینایی که قوی ترین مردان جهان هستن یه دونه تو گوش اونا بزن ببین چی کارت میکنن دیگه، پودرتو میکنن تو قوطی، صبح تو سوپرمارکت ها میفوشن، چون زورتو به زنه میرسه، دست رو به زنه بلند میکنی، زورت به این فقط میرسه. خداوند، من نمیگم بریم طلاق بدیم، ولی خداوند تبارک و تعالی طلاق رو با یه همچی روزی گذاشت. اگر شما رفتی به مشاور رجوع کردی، اگر به چهار تا ریش سفید مراجعه کردی، دیگه هیچ کاری از دستت بر نیامد، یک راه داری، برو این چرا دست بزن بده، چرا مظلمه به گردن خودت میگیری، برو این زن رو طلاق بده، برو هر کیو میخوای بگیری بگیر. اگر واقعا دیگه کار به اونجا رسید که هیچ راهی نیست، بالاخره خدا یه چیزی به نام طلاق گذاشته دیگه، میفرماید کسی که زن خود رو آزار برسونه به زبون، به اعمال فیزیکی، با کارهای دیگه، با خرجی ندادن، با کنس بازی در آوردن، با خست به خرج دادن در حالی که دارد، با حرکات کودکانه انجام دادن، شبها دیر آمدن، شب زنده‌داری با رفقای مجرد و متأهل خودش بیرون انجام دادن و قصه الهازم، پیغمبر میفرماید نماز این مرد مورد قبول نیست تا زمانی که دست از این کار برداره. و همچنین زنی که شوهر خود را اذیت کند، زنی هم هست که با زبان اذیت میکنه شوهر خودشو، خداوند برای چنین زنی عقرب رو خلق کرده، به این زن میگه به عقرب نگاه کن، به همش را میره نیش میزنه، تو نیش نزن با زبونه. برای مردم همون ما رو خلق کرده، میگه مارم ببین نیش میزنه بدت میاد، تو نیش نزن. پیغمبر میفهمد پروردگار متعال، پس شد زنی که شوهر خود را اذیت کنه اونم نمازش قبول نیست. حضرت محمود پروردگار متعال نماز و کارهای نیک، غیر نماز، کارهای نیک و حسنات آنان را هم قبول نمی کند. الله اکبر. وسائل شیعه جلد 14 صفحه 116. دومین گروه، امام صادق علیه السلام فرمود هر کس به پدر و مادر از روی خشم و عصبانیت نگاه کند خداوند نماز او را نمی پذیرد.
یعنی مادره چهار بار میگه کجا بودی؟ دیر اومدی؟ به چه غم میپرسی؟ گیر دادی به ما؟ و ما همون آن که ما میسن نمازخونه نمازشو باید بخونه، ولی خدا ازش قبول نمیکنه تا زمانی که مادر بگه من ازت گذشت، بگه من یا این بره بگه من غلط کردم، اشتباه کردم، با شما اینجوری صحبت کردم. اصلا من نمیدونم بعضی از ما چقدر سطح فهممون پایینه تو این وضعیتی که همه در هم بر هم هستن، جامعه‌ای که جنگل مولاست تا حدودی. اگر یک خانومی تو خونه، اگر یک مادری، خواهری، برادری، هر کی او دلش برای ما شور زد و گفت آقا تا این وقت کجا بودی، من دلم شور میزنه، بعد آقا خدا پدرتو بیامرزه، یه نفر پیدا شد دلش برای ما شور میزنه، دل واپس برای ما هست، این ارزش داره. ما اصلا به این ارزش دقت نمی کنیم، بدتر میگیم تو چرا گیر دادی به ما. پیغمبر فرمود نمازش پذیرفتنی. پیغمبر فرمود اگرچه پدر و مادرش در حق او ناروا کرده باشن، اگرچه یه چیزی گفتن درست نی، پدر و مادر تو شرعن نمیخوای اطاعت بکنی، اگه اطاعت کنی خلاف شرعم کردی، در جای دیگه روایت داریم فرمود که تو با احترام کناره بگیر، با احترام از کنار اینا بگذر، هی بگو چشم چشم، حالا من انجام میدم چشم، دست شما رو میبوسم، روی ماهی شما رو میبوسم، چشم، میخوای انجام ندی شرعن، خلاف شرع میخوای انجام بدی، فلا تو هما انجام نده، لکن با احترام کناره بگیر از اینها. اگر واقعا جا داشت و زمان داشت، بحث حر یک بحث یک ساعت دو ساعت هست که چه چیزی باعث شد حر نه 180 درجه 360 درجه برگرده بیاد تو خیمگاه ابی عبدالله علیه السلام. اون عملی که انجام، تمام علمای اخلاق بلا استثنا نوشتن تأدب و تواضعش، یک، حالا بحثی داره خاص خودش، یک ساعت دو ساعت بحث داره. پیغمبر فرمود به مادر پدرت مواظب باش، اگه میخوای نمازت قبول باشه با اینا درگیر نشو، با اینا وارد معرکه نشو، چون حامی اینا خدای تعالیست، در نیفت با اینا، زبون بد با اینا به کار نگیر، نگاه بد به اینها نکن. این دو گروه ما خیلی خیلی مختصر داریم میگیم، فقط اینا که من دارم عرض میکنم فهرست موضوعی هست، یعنی هر موضوعش بعضیاش 1-2-5-6 جلسه بحث داره، شما خودت میری دنبالش. سوم، پیغمبر فرمودن من اقتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله صلاته ولا صيامه 40 یوما و لیله الا ان یغفر له صاحبه. حضرت فرمودند کسی که غیبت زن و مرد مسلمانی را بکند تا 40 روز نماز و روزه اش را خدا نمیپذیرد مگر آنکه شخصی که مورد غیبت قرار گرفته اینها را حلال بکند. حالا خانوما بشینن تو خونه بگم البته غیبتش نشه ها، نشه ها ما نداریم، آقایون هم میشنن بگم من ذکر خیر رو ازش دارم میکنم، ها ذکر خیر بعضی وقتا شده غیبت. تا 40 روز نماز و روزه اش را خدا نمیپذیرد مگر آنکه شخص او را ببخشد، شخصی که مورد غیبت قرار گرفته. حالا غیبت یک بحث عجیبی داره، اصلا وحشتناک، یک گناهی که خدا در سوره حجرات نام برده، حتما رجوع کنید، از اون گناه‌های بی‌لذت که یه تیکش من برای شما بخوام بگم دلم نمیاد نگم، اون این استش که شخصی که غیبت یکیو میکنه بازم خدا حامی شخص غیبت شونده است، یعنی از روی حسنات این فرد ور می‌دارن به حسنات اون کسی که غیبت شده می‌افزاین. بعضی جاها من دیدم که در مورد گناهش هم، از گناهش هم بیتی که از مال اون که غیبت شده و میدارن به گناهی که غیبت کرده اضافه میکنن، باید خودتون احادیثش رو مراجعه بکن. چه غیبت وحشتناک، حالا قرآن چجوری تعبیر کرده و چه حدیث های تکان دهنده ای داره که اصلا بخونیم واقعا ستون ها شاید به حرکت در بیان. این حدیث شریف در جامع السعادات جلد 2 صفحه 234، حدیث قبلی اصول کافی بود جلد 2 صفحه 34.
این سومین گروه. چهارمین گروه پیغمبر فرمودن که یا ابازر ایاک و هجران اخیک فان العمل لا یتقبل مع الهجران. حضرت فرمودن ای ابازر از دوری و قطع رابطه با برادر دینی خودت بپرهیز، چرا که عمل این گونه اشخاص پذیرفته نیست. من بی جهت با یکی سر یه لقمه غذا، سر هزار تومن پول، سر نمچی قهر میکنم. یه وقت طرف فاسقه، فاجره، اهل فساد و فحشاست، فرمودن رابطه تو قطع کن، یا در حد یه سلام و علیک نگردار، یا اگه میتونیش آدمی هستی که بیان نافذ هست، نفوذ داره، رابطه تو قطع نکن. اینا روایت داریم همه رو ادامه بده، میتونی روش تأثیر بذاری، شاید هدایتش بکنی. اگه مینی حریفش نمیشی ممکنه تو هم معتادت بکنه، پس بعد دو تا میشین با هم دیگه باید برین ترک بکنین. قطع کن رابطتو در حد یک پیامک، یک سلام و یک علیک، خدا حافظ. اما اگر بی جهت با برادر مؤمن یا خواهر با خواهر مؤمن، برادر با برادر مؤمن، خواهر با خواهر مؤمنه خودش بی جهت سر یه چیزای پوچ و بی خودی، سر حرفی یکی زده تو عزاداری، تو سینه زنی، تو سخنرانی، سر کلاس درس، تو مؤسسه، تو دانشگاه، تو حوزه، تو بازار، تو شرکت، تو کارخونه، تو اداره، سر یه چیز بی خودی تو زیر پای منو خالی کردی، من زیر پای تو رو می‌خواستم خالی کنم، قهر می‌کنن برادر دینیته. پیغمبر فهمود نماز این دو نفر هم هر دو نفر قبول نمیشه، مگر اینکه یکیشون آماده باشه برای آشتی کردن، اون یکی آشتی نکنه، نماز اون پذیرفته میشه، نماز اون یکی پذیرفته نمیشه. اینم در مکارم الاخلاق صفحه 554 اونجا نقل شد. در حدیث بعدی در میزان الحکمه صفحه 3121 خوب دقت بکنید، فهرست موضوعیشو یا حفظ بکنید با ذهنهای خوبی که دارید، جوانم هستید، یا اینکه بنویسید، نوت برداری بکنید، فهرستش خوبه. میفرماید خداوند، این حدیث قدسی است، خداوند تبارک و تعالی قال الله تعالی الى داوود علیه السلام، به حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود ای داوود گاهی هست که بنده نماز میخواند و من آن را به صورت او میزنم و نمیگذارم صدایش به من برسد. ای داوود آیا میدانی او چه کسی است؟ داوود سکوت میکنه تا سخن پروردگار، باید احترام کامل پروردگار براش توضیح بده که این چه کسی است که من نمازو میخونه و به صورت خودم که پروردگار هستم به صورتش میزنم و نمیگذارم صداش به من برسه. فرمود داوود او کسی است که با چشمی ناپاک به ناموس مؤمنان مینگرد. پس شما کم کم و ما کم کم داریم میرسیم به اونجایی که میگیم کسی که نماز خونه دنبال دختر بازی، خدای نکرده پیامک نم چیشی بده فلان بده چت بکنه فلان، اینا که نمیشه، که این داره اسقاط تکلیف میکنه، با اینا نمیشه نماز مقبول خون. توجه کامل بده، خدا ازدواج رو گذاشته، برو ازدواج کن، یا موقتا ازدواج کن یا دائم ازدواج کن، برو ازدواج کن، چرا گناه میکنی؟ فرمود که ای داوود میدونی اون کی؟ اون کسی است که با چشمی ناپاک به ناموس مؤمنان مینگرد. این یک. دوم دیگه چه کسی است داوود؟ فرمود او کسی است که با خودش میگوید لا اله الا الله. اگر من قدرتی پیدا کنم نماینده مجلس، اینجا شما من دارم میگم، نماینده مجلس بشم، رئیس جمهور بشم، وکیل بشم، شورایاری محل بشم، فلان بشم، یک بابایی از این مردم در بیارم، یک پدری ازشون در بیارم، میگوید او میگوید که اگر قدرتی پیدا کنم همه را به تیغ ستم گردن میزنم. میگه اینم نماز بخونه، تا زمانی که این طرز فکر بر او حاکم هست من نمازشو به صورتش میزنم. سوم ای داوود میدونی اون چه کسی است؟
کسی که با برادر دینی خودش معامله میکنه و در معامله با او خیانت میکنه، چه که بلا محل میکشه، گولش میزنه، جنسشو میبره ارزون میفوشه، دو طرفه کمیسیون میگیره بدون اینکه این راضی باشه، کارهای دیگه، اینو میندازه تو زندون، خودش راست راست میگرده، خیال میکنه فلان. حضرت حق جلد عظمتو فرمود نمیذارم صداش به من برسه و نمازشم تو صورتش میزنم. چند گروه شد تا اینجا؟ 5 گروه. ششم، در میزان الحکمه صفحه 3121 پیغمبر فرمودن که نماز بر 4 سهم بنا شده است. خیلی دقت کنید این حدیث، من خیلی گشتم تو همه احادیث، مخصوصا این حدیث چند نوع روایت شده، گشتم یه چیزی رو پیدا کردم که خیلی میخوام ازش هممون استفاده کنیم. پیغمبر فرمودن نماز بر 4 سهم بنا شده. سهمی از آن کامل گرفتن وضو است. شب تموم شد، داره راه میره، مس میکشه، حرکت میکنه، پاش مس میکشه، چی شد؟ بهش میگن آقا این وضو وایسا، خب ببین اینجا آب رفته، خود اینجا تو بکش فلان، بابا این شک و شبهه رو بزنی کنه، آخونده اینا در آوردن خودشون، بگیر بره. همش هم بیچاره آخونده، من نمیدونم این همه چی چه سر اینها باید خراب بشه، اینها گرفت در آوردن خودشون، بابا اینا رو بخون، اصلا به آخون کاری نداره، به پیغمبر داره میفهمه. سهم اول کامل گرفتن وضو، دو سهم دوم، سهم بعدی رکوع کامل. هنوز ذکرش تموم نشده سرشو بر میداره، این رکوع ناقص، واسه ذکرت کامل بشه. پاهاش هی داره میره میاد، پاهاش زانوها رو عقب نمیده، زانوها جلوی یه حالت نیمخیزی داره تو رکوع، راست نیست کمرش، کمرش خم، این رکوع ناقص. سوم سهمی برای سجود، سجود سجده رو درست به جا آوردن. فرمودن اگه میخواید بینی شیطان رو، شما خیلی پهلوانید، میرید از این پودرا میخرید میمالید به خودتون یا میخورید و منم چیکار میکنین بازوتون بزرگ میشه، اگه راست میگی بینی شیطان رو به خاک بمال. گفت بینی شیطان رو چجوری به خاک بمونم؟ فرمود بمالونم. فرمود که سجده تو طولانی کن، سجده درست به جا بیاد، بینی شیطانی که همه پهلوونا رو زمین میزنه، بینی اونو تو به خاک مالیدی. ببین میتونی همچین کاری بکنی؟ پودر رو ولش کن، این کار رو انجام بده. حالا اگر این مطلب که جدیدن تکنولوژی پیشرفت کرده، پودرها شنیدیم که پودرها یکی اینو کرم کالیفرنیایی هست، اینو میارن تو ایران هم اخیراً آمده، پهن گاو رو این حیوان میخوره، ماده ای از خودش پس میده و تولید میکنه، اون ماده هم برای آرایش خانوما به کار میره، هم پودر برای قوی شدن بازوی چیز میگیرن، این ورزشکارا تفلکا میخورن نمیدونن از کجا هم تولید شد. سهمی برای سجود، سجود باید کامل باشه. چهارم سهمی برای خشوع، یعنی فروتنی و انکسار. شما از خدا طلبکاری؟ طلب چی داری؟ خیلی جالبه که در حدیثی پروردگار تو همین میزان الحکمه است، پروردگار فرمود که آقا به این بندگان من بگو اگر گله و شکایتی هم از من دارن بیان به خود من بگن، گله و شکایت من نرو برن پیش این و اون بکنن، مشکلی با من داریم بیان به خودم بگین، وایسا 2 رکعت نماز میخون، بعد نماز ساعت بزار سجده، بگو خدایا این مثل میگیم این بلا را به سر من آوردی، پول منو گرفتی، رفتم خمس دادم ورشکست شدم، نمیدونم من داشتم کار رو انجام، تو رفتیم چیکار کردی، من رفتم فلان جکه ماشینم و دوز مثلا نعوذ بالله علیاذ بالله تو این کارا رو بانکت، خب برو به خود خدای تعالی بگو، کاری نداره که به این و اون میگی من گله از شما دارم، چرا به یکی دیگه برم بگم؟ خب به خود شما بیام بگم، فهمید اگه گله و شکایتی هم من دارم بیام به خود من بگم. خشوع، فروتنی و انکسار، یعنی من طلبکار نباشم، در خونه پروردگار میخوام برم، من بدهکار به پروردگار هستم، آمدم بندگی و نهایت عبودیت که نماز هست رو
انشالله کامل انجام بدم. پیغمبر فرمود هرگاه این چهار سهم نماز کامل نگردد، نماز با تاریکی بالا می رود، دیگه به صورت نور نیست و درهای آسمان به رویش بسته می شود و می گوید چی؟ کی میگه اینو؟ خود نماز این حرفو میزنه. خود نماز میگوید مرا تباه کردی، خدا تباهت کنه، و به صورت نمازگزار پرت میشود. اینم میزان الحکمه صفحه 3121. این چند گروه شد؟ 7 گروه. هشتمین گروه یک صلوات بفرستید تا عرض کنیم خدمت. پیغمبر اکرم فرمودن که به اصحابشون، خیلی حدیث جالبیست، لا ادلکم علا، چند تا مورد و حضرت بیان فرمودن، بعد مورد بعدیش رو فرمودن لا ادلکم علا اسرق الناس. آقایون، خانوم ها، اصحاب من، عزیزانی که نشستید گوش میدید، پیغمبر فرمودن میخواییم به شما رئیس دزدا رو معرفی بکنن، که رئیس دزدا کیه؟ به شما الان میگن آقا دزدترین آدم ها کیه؟ میگی اونی که جرأت کرده 3,000 میلیارد تومان رو ورداره جابجا کنه، دزده. اینجا هم دستشو نبرن 100% تو قبر این کارو باهاش میکنه، امکان نداره نکنه. تو قبر یک تمام قصاص ها، تمام اون مواردی که باید تو این دنیا عملی بشه و نشده، تازیانه هایی که طرف باید میخورده نخورده، اتهام هایی که زده 80 تا تازی، اینا همه جمع میشه، اول این کارا رو انجام میدن چون اینو حکم خداست باید جاری بشه، بعد میرن سراغ مجازات های دیگه. اینا روایتش عرض کردن تو بحث سی دی معاد هست، بگیرید حتما گوش کن. حضرت فرمودن که لا ادلکم علی اسرق الناس، قالوا بلا یا رسول الله. 124 میلیارد رفت دوزه، به موقعش 3000 رفت، اگر رفته باشه بگیرن نگیرن هرچیش این به گردنش باشه دوزه، بله اینم دوزه، خیلی دوزه قوی، رفیقم داره حتما یه باندن، باندشون دوزه، از دیوار مردم رفت بالا، ماشین دوزید، موتور دوزید، دوچرخه دوزید، سکه دوزید، پول دوزید، تو خونه مردم اومدنم چیکار کرد، فلان کرد، با دستگاه های پیش رفته اومد بید سکه کجا، سکه رو برداشت برد تو جیب یا رو زد، کیف یا رو زد، کیف قاب پید، فلان کرد، همه اینا دزدن، همه و همه اینا دزد، و تمام اینا باید دستشون اگر طبق موارد شرعی باشد که مراجع اعزام فرمودن اون شرایطو داشته باشه باید دستشون قطع بشه، از کجا هم قطع بشه اونم نوشته. ولی پیغمبر فرمود یکی مافوق ایناست، دزد مافوق اینا، قال و اما اسرق الناس فالذی یسرق من صلاته، اون کسی که رئیس دزداست و از همه دزدها دزدتره، کسی است که از نمازش میدزده، از رکوع میزنه، از سجود میزنه، از ایستادن میزنه، از سوره حمد قل و الله میزنه، در حال نماز 3-4 تا کارم انجام میده، موبایلش هم روشنه، داره چی میکنه، بلند بلندم چی میگه، من در نماز میخونم، نه فلان، تو سجده که گفتیم جلسه گذشته که چجوری انجام میده، نمازش هم اصلا باطله، میمالونه نمازو به همدیگه میره، حیفش میکنه. شما گوسفندو بگیر از اونجایی که باید ببری کلهشو نبار، یه جای دیگه ببر، حرومش کردی، گوشتو حروم کردی، کیلو 25 هزار تومان گوشتو حروم کردی، رفته دیگه، هر کی بهت بگه میگه آدم کم عقلی هستی، چرا گوشت این حیوان حرام کردی؟ میگفتی آقا درست باشه بگو، نماز تو فکر کردی، حالا نماز من شما همین نماز، چرا حیف و حرومش بکنیم؟ خب درست به جا بیارش. پیغمبر فرمود این و اما اسرق الناس والذی یسرق من صلاته، دزدترین دزدها کسی است که از نمازش میدزده، فصلاته تلف و کما یلف و الثوب الخلق، فیوز ربو به ها وجهه. حضرت فرمود نماز چنین کسی مانند یک کهنه‌ای که شما مچاله کرده باشی، اونجوری مچالش میکنن،
آنن که این نمازش تموم شد قایم میزنن تو صورتش. ملائکه‌ای که شما تو سوره انفطار میخونی کرامن کاتبین، اینا کرامن کاتبین، ملائکه‌ای که مخصوصا که نماز بالا ببرن اونا جدا. میزان الحکمت صفحه 3137. امام صادق علیه السلام، گروه نهم. امام صادق علیه السلام میفرماید به خدا قسم گاه انسان 50 سال عمر میکند و خداوند حتی یک نماز از او نمیپذیرد. لا اله الا الله. و چه چیزی گرانتر از این است؟ به خدا قسم، دقت بکنید حضرت چه دلیلی میاره، شما از همسایگان و یاران خود کسانی را میشناسید که اگر برای یکی از شما نماز بخونن از اون نمیپذیرد، چون آن را خفیف شمرده است. یعنی اگه بنا بود من برای شما، شما برای من نماز بخونی، اگه من برای شما نماز میخوندم که نماز بی توجه و ناقص و مالونده به هم و دوزی توش بکنن، نماز به دوزم میخوندم، شما هم چونه ورده ببر مرده شورت ببرم با این نمازت، برای من نمیخواد دیگه این نماز رو برای من بخونی، نمیگفتی شما؟ میگفتی دیگه. حضرت میفهمد برای خودتون اگه نماز رو میخوندید از همدیگه قبول نمیکردید. خدای عزوجل جز خوب را نمیپذیرد، پس چگونه چیزی را که خار شده، خار شمرده شده است بپذیرد؟ به چه دلیل قشنگ عقلی حضرت میاره؟ از خودتون شما قبول نمیکنید، مخواه خدای تعالی شما قبول بکنه. همون میزان الحکمت صفحه 3117. گروه دهم، امام صادق علیه السلام، کسی که از امام باقر علیه السلام، من حدیثی دارم مردم نگاه به وقت میکنم مینم این حدیث رو بگم، فرمایش امام صادق علیه السلام توش هست، از امام باقر علیه السلام حضرت میفهمد کسی که شراب بنوشد، ما تو این جمع نداریم، هر کم صدای ما رو میشنوه این کاره نیست، ولی آقایون جوانها ورزش که تشریف میبرید کوه پیمایی، جاهای دیگه میرید، شمال تشریف میبرید کوه پیمایی میرید، شهرستان میرید، جایی میرین، تو دانشگاه ها بعضی وقتا چند تا دانشجو را میافتن میرن، اگر یک فرد فاسد میونه اینها باشه، کانتینر از ترکیه مشروبات الکلی، قوطی ها مثل نوشابه ها فلزی خیلی شیک، توش مشروب الکلی، فقط صهیونیست ها با ترکیه یا قرار گشتن اینقدر پول به شما میدیم، مشروباتو مجانی ببر، مجانی شده تو ایران پخش بکن، جوانای ایرانی بخورن، شیعه ها خراب بشن. اینایی که دارم میگم آخرین اطلاعاتیه که دارم بهتون عرض میکنم، من بدون اطلاع حرف نمیزنم. تو کوه پیمایی افرادی اومدن مشروب تعارف کردن، تو شرکت‌های خصوصی فرد رفته آب بخوره دیده مشروب تو یخچال هست، جوان شیعه ببین در معرض چه خطراتی. بعدم میان این سوال و ماهواره ها مطرح میکنن که این جواب مفصل و دندون شکنی داره، مورد بحث ما نیست، نگو ما جواب نداریم بدیم، اصلا بیاید رجوع بکنید جواب دندون شکن مفصل، همون ماهواره‌ای که میگه شم بذارید تو نلبکی یا نمچی، شب شام قریبان امام حسین دخترا برید آرایش سیاه بکنید، لباسای فلان ببوشید، رنگ موی نمچی چی به کار ببرید، برید تو خیابونا رد بشین تا میتونید دلربایی بکنید، همون یهود، همون یهود خبیث که حالا با وهابیت دستش توی کاسه قرار گرفته، وهابیت حاضر جوان شیعه، اینو گوش کنید، وهابیت حاضر جوان شیعه مسیحی بشود ولی شیعه نمانند، امروز دستشو گشته دست صهیونیستا یکی شدن. حضرت باقر سلام الله علیه فرمود کسی که شراب بنوشد و بر اثر آن مست شود تا 40 روز نمازش پذیرفته نشود. امام صادق علیه السلام میفهمد مست هم نشه مسکر باشه فرق نمیکنه. منظور از شراب بنوشد مست شود نه اینکه شراب بنوشه مست نشه ایبی نداره، نه، حضرت منظورش مسکر بودنه. شراب یعنی یه مایعی که انسان میخوره، تو قرآن هم شراب مده، خود شراب یعنی یه نوشیدنی، شراب عربی نوشیدنی میشه شراب،
شرابی که مست کند میشه مسکر. یه وقت نگید مست نکنه ابن ادم، معنی فارسیشو من نوشتم. کسی که مسکر بنوشه، یعنی شرابی که مست میکنه. ما اصطلاح تو فارسی اصلا به همه مست کننده ها میگیم شراب. کسی که شراب بنوشه، حضرت فرمود تا 40 روز نمازش پذیرفته نیست. و اگر در این مدت، اون بحثی که شبای گذشته کردیم به شما عرض کردم که دلیلشو برای شما عنوان میکنم، در بسته براتون عرض کردم، به حدیثش دقت بکنید که اسقاط تکلیف اینجا یعنی چی. حضرت فرمود کسی که شراب بنوشد تا 40 روز نمازش پذیرفته نشود، و اگر در این مدت نمازش را هم ترک کند، به خاطر ترک نماز عذابش دوچندان می شود. فإن ترك الصلاة في هذه الأيام ضعف عليه العذاب. عذابش مضاعف میشه. دو تا مجازات داره. نمازو باید بخونه در عین حال که قبول نمیشه، مگر اینکه این بره توبه بکنه. اینم در میزان الحکمه به نقل از خصال مرحوم صدوق رحمت الله علیه، صفحه 3117. 11 گروه. پیغمبر فرمودن خداوند تبارک و تعالی به من وحی فرمود که ای برادر فرستادگان، ای برادر بیندهندگان، به مردم خود، پیغمبر داره این میگه به ماها، هشدار ده که تا وقتی نسبت به یکی از بندگان من به گردن خود مظلمه و حقی دارند، وارد هیچ یک از خانه های من نشوند، نه مسجد، نه بیت الله الحرام، نه مشاهد مشرفه. چرا؟ زیرا تا زمانی که در پیشگاه من به نماز ایستاده اند، آنان را لعنت می کنم، مگر اینکه آن مظلمه را رد کنند. کارگر اومده پیش شما کار کرده، شما بیمش نکردی، بیمش کردی، هرچی، مال افغانستان بوده، حالا مثلا بنده خودم کارت فلان نداره، قاچاقی کار کرده، مثال داریم میزنیم. این انسان نیست که اگر مشکلی پیش اومد من دیه اینو بدم. چقدر تو این ساختمانای همچین مشکلی پیش میاد، هوا این که اینا چون کارت ندارن، کارگر افغانی هستن دیگه، اینا انسان نیستن، مسلمان نیستن، شیعه نیستن، ما باید حقشون رو بخوریم، چون اینها الان فعلا کسی رو ندارن، کشورشون تحت اشغال هست، بیچاره ان، بخوریم حقشون. ما باید بریم عزاداری ماشینمون رو جلو پل مردم پارک بکنیم، جایی پارک کنیم مردم نمیتونن بیان، موتورمون رو یه جا بزنیم. اگرم کسی اومد گامشون، ما رفتیم عزاداری امام حسین، جانم فدای امام حسین، شما هم جانت فدای امام حسین، حال فعلا خودت مایزو به ما کاری نشته باش، ما خودمون میتونیم جانمون رو چجوری فدای امام حسین بکنیم. تمام لحظاتی که نشسته داره گریه میکنه، حسین حسین میکنه، ماشینش رو پل هست، همه مردم دارن لعنتش میکنن، خداوند تبارک و تعالی داره لعنتش میکنه، برای اینکه این دین به گردن من راه و بند آوردم، میخوام شربت برای امام حسین بدم، بابا امام حسین اصلا میفهم بعد من نمیخوام به خاطر من شربت بدی، راه مردم را باز کن. پیغمبر فرمود قطاع الطریق نباشید، راهزن نباشید. شما میگی راهزن، ما که راهزن نیستیم آقا، ما که راهزنی کردیم برادر من، یا رسول الله ما کجا راهزن بودیم؟ حضرت همون راهزنی که راه مردم رو میبندی، تو پیاده رو رفتی ماشین تو پاک میکنی، چون کارت شهرداری داری، ادارتون روبروه، هر کی حرف بزنه، کی حرف میزنه، آقا کی گفته ماشین من تو پیاده روه؟ میگه آقا ایشون گفته. یک بابایی وقتی میخواد جواز بگیره ازش در بیارم، بعدم میاد تازه بیرون همشون، آقا ماشین تو پیاده رو راه و بستم که بستم آقا. پیغمبر بمون تو قطاع و طریقی، تو راهزنی، نمازت مورد قبول نیست، مگر اینکه آن مظلمه را رد کنن. حالا مظلمه شامل اینا میشه، سیلی من زدم، حرف بد زدم، غیبت کردم، تهمت زدم، حرف زشت زدم. جلسات بیش براتون عرض کردم، من اگر به هم خمس تعلق بگیرد، خمس دو سهمه، سهم امام زمان علیه السلام و سهم سادات، اینا به آخوندها کاری نداره، سهم سادات فقیر تو جیب منه، من باید اینو رد کنم بره، سهم امام زمان تو جیب منه، باید رد کنم بره. داداش جون شما همچی میکنی؟ یک خانومی برای من نوشتن وصیت کرده که، یه آقایی نام یا خانومی که وصیت کرده برای من نوشتن، آقا مسئله شرعی میشه، ایشون وصیت کرد که خمس منم بدید
در راه امام حسین. گفتم اصلا مال تو نیست که بدی، خمس دو سهمه، بهش میگن سهمین، سهم امام زمان علیه السلام، سهم سادات، اصلا مال تو نیست که بدی. مثل این میمونه که من وصیت کنم آقایونی که اینجا نشسته، من وصیت کردم وقتی من مردم شما نفری 5 میلیون تومان برای امام حسین بدید. شما میگین دیوانه است، عقل سرش پریده، هزیون داره میگه. چون ما مالمون مال خودمونه، مال تو که نیداری وصیت میکنی. مال سادات مال من نیست که وصیت کنم، مال امام زمان مال من نیست که وصیت کنم. طرف هم چی میکنه؟ من خودم میدم مال امام زمان رو خودم خرج میکنم. آخه مال تو نیست که خودت خرج میکنی. میخوام برم دبستان بسازم، مال تو نیست که بری بسازی. مال امام زمان مال امام زمانه، در زمان حضور باید به خودش بدی، در زمان غیبت هم فرموده بدید به مراجع، به هر مرجعی که تقلید میکنی. اصلا مال تو نیست، منتی هم نداری، باید به خودش رد کنی بر. او هر کار میخواد بکنه خودش میدونه، مگر اینکه تو اجازه ازش بگی، بگو آقا یک مستمندی محرومی جهیزیه میخواد فلان فلان فلان، من این اگه اجازه میدید بدم به این دختر خانم. اگر او اجازه داد از سهم امام میتونی این کار انجام بگی. هیچ مرجعی هم به شما نمیگه من سهم از سهم سادات به شما الان اجازه میدم بری بدی به یه مثلا فقیر غیر سید. سهم سادات هم فقط مال سادات فقیر. بعضی از مراجع میگن کلا خودت برو بده سادات فقیر، اگه کسی نری بده ما بدیم. و وقتی هم طرف میخواد بده منتی بر کسی نداره که بخواد بده. سهم سادات باید دو دستی بریم بدیم دستش هم ماچ بکنه. سهم امامزمان باید بریم دو دستی بریم دستش هم ماچ بکنه. خواهی نداره، مال من اصلا نیست، این مظلمه است. گروه دوازدهم، امام سجاد در پاسخ به سوال از آنچه که موجب قبولی نماز میشود، حضرت فرمود دوستی و ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما. به به به، قدر ولایتی که مادرها بهتون دادند و تو ذهنتون کردند با شیر به شما انتقال دادند رو بدونید. بیزاری از دشمنان ما، این هم اگه کسی اینم نشوشه نماز اونم قبول نمی شود. سیزدهم، امام صادق علیه السلام به خدا قسم گاهی انسان 50 سال عمر می کند و خداوند حتی یک نماز از او نمی پذیرد و چه چیزی گرانتر از این است؟ به خدا قسم شما از همسایگان و یاران خود کسانی را می شناسید که اگر برای یکی از شما نماز بخوانند از او نمی پذیرد. چرا؟ چون آن را خفیف شمرده است. خداوند عزوجل جز خوب نمی پذیرد، پس چکونه چیزی را که خار شمرده شده است بپذیرد. یه بار دیگه هم شبیه اینو خوندی. نتیجه این بحث رو عرض بکنیم، دو تا حدیث میخونیم نتیجه این بحث. حدیث اول، امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند متعال فرشته ای رو بر نماز گماشته که جز این که این فرشته نماز بندگان رو چک میکنه و زیر نظر داره کاری دیگه نداره. هر وقت بنده نمازش را تمام کند آن فرشته نماز را بگیرد و بالا ببرد. وظیفش اینه، از خدا داره حقوق میگیره که همچین کاری انجام بده. مثلا این وظیفش اینه، نماز هر کی که نماز، هر کی فرشته مخصوص نمازشه، این نماز رو میگیره و همینجوری میره بالا. اگر از نمازهای پذیرفتنی بود نتیجه بحث، اگر از نمازهای پذیرفتنی بود پذیرفته میشود، قبل ما سواها میشه، و اگر پذیرفتنی نبود از بالا به آن فرشته مسئول مافوق اون فرشته بهش گفته میشود آن را به بنده ام برگردان، نمازشو برو بهش بده. فرشته بیچاره این همه زحمت کشته، برده آسمان هفتم این نماز رو عرضه کرده، خسته شده، کوفته، له و لورده به قول ما، دوباره نماز رو هم داره کول میکنه و هم داره میاره پایین. اورد پایین چیکار میکنه؟ حضرت همون پس فرشتان نماز را پایین میآورد و به صورت صاحبش میزند و سپس میگوید اف بر تو، کار تو همیشه مایه زحمت و سرشکستگی من است. تو منو پیش ملائکه دیگه و خدای تعالی همیشه خارم میکن چون نماز بد میخون. اینم در میزان الحکمه صفحه 3123.
نتیجه حدیث دوم برای نتیجه گیری امام صادق علیه السلام، من صلا رکعتین یعلم ما یقول فیهما انصرف ولیس بینه و بین الله ذنبون. عجب حدیثی است، به به، واقعا به، با طلا بنویسید این حدیث. هر که دو رکعت نماز بخواند و بداند که در آن نماز چه میگوید، نمازش که تمام شد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گناهی میان او و خداوند باقی نمیماند. به به، این نماز با توجه چه خاصیتی داره، واقعا چه خاصیتی داره. نتیجه این بس تو همین دوتا حدیث، من دیگه توضیح نمیدم. ببینید چقدر نماز با توجه مهمه. اینم صفحه 3119 همون میزان الحکمه. چند تا تذکر آخرین بس عرض میکنم. اول این احادیثی که خوندیم برای همه اونایی که ما داریم نماز میخونیم، اونایی که نماز سبک میشمارن، اونایی که صدای ما رو میشمارن تا الان نماز نخوندن، انشالله حالا به بعد میخوان برن نماز بخونن، همه همه و همه و همه، مخصوصا برای متدینین و مؤمنین و مؤمنات، یک خاصیت اخلاقی خیلی جالب داره. یک اون اینه، دونستن این احادیث آقایون مؤمنین عزادار عرض به خدمت شیعه محب دو آتیشه اینها ها، دونستن این احادیث یک خوبی اخلاقی داره که یکی از مسائل مهم تو علم اخلاقه که همه علما اینو مطرح کردن در اخلاق. میفرماین که انسان، یعنی دونستن این احادیث که الان خوندیم، قسمتیشو، فهرست موضوعیشو خوندیم، دونستن اینها باعث میشه که انسان به سالها نماز خوندن خودش و عبادت کردن شما به من پاسخ بدید مغرور نشد و بداند اگرچه با خواندن نماز وظیفه نماز خواندن را و نماز خوانی را انجام داده، لکن قبول شدن و قبول نشدن این نماز به دست خدای تعالی است. این غرور در آدم ایجاد نمی کنه. همیشه آدم خودشو پایین تر از همه میدونه، میگه خوش به حال شما که نمازت قبوله، ای خاک بر سر من که نمازم قبول نیست، نمیدونم قبولی یا نیست. حداقلش اینه دیگه. هیچ وقت آدم عجب بهش دست نمیده. عجب، کبر، یه چیزی که وقتی اومد تو وجودت از هزار سال راه بوی بهش رو هم استشمام نمیکنه. حدیث دو، تذکر دوم در پایان این بحث، انسان در چنین حالتی وقتی که در از نظر اخلاقی قرار میگیره که نمیدونه نمازش مورد قبول یا نه، دائما در بین خوف، ترس از اینکه قبول نشه، رجا انشالله قبول بشه، بین خوف و رجاست. بین خوف و رجا بودن یکی از ویژگی های مؤمنین واقعیه. اینم دو. سوم، وقتی انسان این احادیثی که عرض کردیم فهرستش رو، البته اونم بعضی شد 10 تا 12 تا عرض کردیم، اگر انسان اینها رو بدونه، تلاش میکنه هر روز تا موانع قبولی نماز رو برطرف بکنه. خود این عمل چی رو به دنبال داره؟ از بین بردن صفات ذمیمه. ذمیمه یعنی صفات ناپسند. آدم هر روز در فکر اینه که خدایا کمک کن من یه نماز مقبول بخونم، غیبت نکنم، تهمت نزنم، دروغ نگم، نگاه به نامحرم نکنم، ناموس مردم و ناموس خودم بدونم، چت فلان نکنم، پیامک فلان نفرستم، میخوام برم ازدواج کنم، برم نامزد کن، 4 سال با نامزدت برو صفا کن، کی جلوتو گرفت؟ صیغه محرمیت بخون، نامزد بگی برو. این کارا یعنی چی؟ پای اینترنت و چت کردن و دختر غریبه و یعنی چی؟ پسر غریبه. اگر آدم این احادیث رو بدونه، تلاش میکنه تا موانع قبولی نماز رو برطرف بکنه. خود این عمل از بین بردن صفات ناپسند و اندوختن صفات کمال رو به دنبال داره. نتیجه نهاییش چی میشه؟ شما به من جواب میدید، رفتن به سوی تکامل در مسیر بندگی و عبودیت. دیگه شما لازم نیست بری نمایشگاهی کتاب فلان فلان کتاب ها رو بخری زیر بغلت بزنی، همینو بگیر کفایت میکن. رفتن در
به سوی تکامل در مقام بندگی و عبودیت. چهارمین نتیجه، نمازگزاری که این احادیث رو میدونه با کوشش در این مسیر به عنوان الگوی برتر در جامعه شناخته میشه. خب چون هر روز داره هی سعی میکنه رو به تکامل بشه، بدیها رو از خودش دور کنه. دخترا به این میگن که چرا این طرف ما نمیاد، پسرا میگن چرا اون طرف ما نمیاد، این دختر طرف ما نمیاد، تو دانشگاه طرف ما نمیاد. اون میگه این آدم متقی داره مسیر عبودیت رو میخواد بره، چون میخواد به قله برسه، به اینا نگاه نمیکنه. میگه این فرد نمازگزار با این کوششی که در این مسیر میکنه به عنوان الگوی برتر در جامعه شناخته میشه، در نتیجه طرفداران مکاتب دیگر از هر گرایشی که باشن با دیدن چنین فردی چه حالی بهشون دست میده؟ تمایل پیدا میکنن تا راجع به دین آیین این فرد چیکار کنن؟ تحقیق و بررسی کنن. خود این تحقیق و بررسی میشه آغاز راه هدایت افراد غیر شیعه و غیر مسلمان. همون حدیث میشه که حضرت فرمودن چی؟ کونو زینن لا شینن. عبارت عربیشو شما هم رجوع بکنه، فارسیش برای ما زینت باش، یه کاری کنید زینت ما باشید، آبروی ما رو نبرید، آبرو تشیع رو نبرید. جوان شیعه یه جوری نماز میخونه که همه فامیل کیف میکنن، به خدا اونام که اهل نماز نباشند بس این قشنگ نماز میخونه. هیچ وقت نمیام میگه آقا این چیه داری میخونی، دیشب شبکه فلان ماهواره میگفت اینا چیه شما داری میخونیم به خودی، هیچ وقت نمیگه. از بس شما قشنگ نماز میخونی، وقتی دست گوشی رو رانت ایستادی به جای مهرت داری نگاه میکنی، با توجه دونه به دونه شمرده این حرفا رو میزنی، خودتو بالاتر از هیچ کسی نمیدونی، فلان اخلاقت رفتارت تو فامیل جوانب حاشیه های نمازت مسائل حاشیه های حاشیه نماز درسته، همه نگاه میکنن کیف میکنن، همه دوست دارن تو دومادشون باشی، همه دوست دارن تو عروسشون باشی، همه دوست دارن با تو مشارکت بکنن، همه دوست دارن با تو سلام علیک داشته باشن. نتیجهش این میشه. این یک بحث بسیار فشرده و خلاصه تا اینجای قضیه بود. اگر من بعدا چیزی بهش اضافه کردم و صلاح در این زمینه دیدیم چیزی اضافه بکنیم بهش، مثلا یک مجلس تو مجلس بعدا اضافه میکنیم، سیدیاش هم شما یا نوارش هم میبرید و گوش میکنید. تا همین جای قضیه، از حالا به بعد وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که از حالا به بعد مبلغ نماز تو خانوادمون، تو فامیلمون، با عمل کردمون باشیم، نه با حرف، با عملمون مبلغ نماز واقعی باشیم. یه جوری رفتار کنیم بعد نماز بخونیم که مردم از نماز لذت ببرن. هم ظاهر نمازمون رو درست کنیم، هم باطن نمازمون. یه کاری نکنیم مردم بگن نگاه اینم نماز گذاره، خاک بر سر خودش و خاک بر سر خدای نکرده نمازش، نماز مچاله نشه تو صورتمون بخوره. تا نمازمون تموم میشه به یکی گفتن نماز داشت میخون، نمازش که تموم شد این بنده خدا زودی بلند میشد، گفت برای چی؟ گفت همین الان میزنه تو صورتم، من پشم که نخوره تو صورتم، خیال میکرد حالا جای دیگه بره تو صورتش نمیخوره. اونجوری نباشه نماز. نتیجه این بحث تا اینجای قضیه این میشه، فرد مصلی، فرد نمازگزار خلافکار نمیشه آقایون، آبروی شیعه میشه، آبروی امام زمان علیه السلام میشه، آبرو امام زمانش نگهمه در همه وجود. اگر هم یه وقتی خدای نکرده غفلتی، گناهی، جهالتی از او سر زد، چه کار میکنه؟ پیغمبر فرمود زودی استغفار میکنه، زودی توبه میکنه، برمیگرد مسیر رو، زودی ریل انحراف پیدا کرد، زودی ریل رو ترمیم میکنه، دوباره میاد تو ریل اصلی، دوباره میاد تو ریل اصلی. مسلی واقعی اینجوری. من یه حرفی از دهنم زد، گفتم، غیبتی کردم، زودی دوباره حلالیت. حرف بزن آقا من معذرت میخوام. این معذرت خواهی تو دهنمون بذاریم. ماشینام بعد جا پاک کردم، آقا من عذرخواهی میکنم، معذرت، حق با شما، شما درست میگی. عذرخواهی تو وجود ما باشه. بعدم پیش خدا اللهم فقبل عذری، معذرت خواهی منو بپذیر پروردگارا.
انشاءالله این بحث برای همه عزیزان، خواهران، برادران، آقایون، جوانها، نوجوانها مفید واقع بشود و نتیجه عملی از این بحث بگیریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.